سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز از مجموعه ایران سرویس شاپ. امروز در خدمت شما هستیم با قهوه ساز جدید دلونگی مگنیفیکا EVO مدل 290-61. مدل جدید قهوه ساز رو از شرکت دلونگی میبینیم که تو این ویدیو میخوام نحوه راه اندازی و برنامه‌های مختلف این دستگاه رو به صورت مختصر خدمتتون توضیح بدم تا حالا توی راه اندازیش به مشکلی برخورد نکنید. تو ویدیوهای بعدی نگهداریش، نصب فیلتر، نحوه رسوب زدایی و پیغام‌های خطا و حتی بخش‌های داخلیش هم به مختصر خدمتتون توضیح میدیم که میتونید اون ویدیوها رو توی کانالمون مشاهده بکنید. برای شروع راه اندازی این دستگاه، قبل از اینکه دستگاه رو روشن بکنید، ابتدا مخزن دستگاه رو تا علامت ماکسیموم پر آب میکنید، بعد به این صورت مخزن رو سر جای خودش قرار میدید و دستگاه رو روشن میکنید. همونطور که میبینید یه سری تست های اولیه دیوگنیز تست دستگاه انجام میده. چراغ ها شروع میکنن به چشمک زدن و بعد از اینکه فیکس شدن، یعنی دما برای قهوه مناسب هست و آماده استفاده. همونطور که گفتیم تو استارت اولیه مهمه که شما، چون دستگاه الان آب داخلش نیست، البته خب این دستگاه راه اندازی شده، ولی شما برای راه اندازی اولی لازمه که یک بار ازش آبگیری بکنه. یه قطعه داره داخل کارتون دستگاهتون به اسم واتر اسپوت که به این صورت توی محل خودش قرار میدین و به محض اینکه این ماژول توی جای خودش قرار گرفت، دکمه واتر فعال میشه. من این دکمه رو فشار میدم، دستگاه شروع میکنه به آبگیری کردن. شما باید حداقل نصف لیوان از دستگاه آبگیری بکنید تا دستگاه برای استفاده بعدی آماده بشه. دقت بکنید که تو استارت اولیه ممکنه یه مقدار اولش صدای ناهنجاری بشنوین، بعد آبگیری انجام بشه. ظرف 3 یا 4 دقیقه حداکثر باید شما بتونید یک لیوان ازش آب بگیرید. اگر این اتفاق نیفتاد دیگه ادامه ندید، چون دستگاه بدون آب کار بکنه حتما یه بخشیش آسیب می‌بینه. با مجموعه ما تماس بگیرید تا راهنماییتون بکنن، تا راه‌حل‌های جایگزین رو اجرا بکنید تا دستگاهتون آسیب نبینه و به اصطلاح دستگاه هواگیریش به صورت درست انجام بشه. بعد از اینکه آبگیری رو انجام دادین، من نوزل رو جدا میکنم، میتونم حالا پارچش رو سر جای خودش قرار بدم. یه پارچ توی این مدل اضافه شده، یه پارچ جمع و جور و کوچیک برای 3 تا نوشیدنی حداقل میتونین داخل شیر بریزین و به این صورت تو محل خودش قرار بدین. به محض اینکه شما این ماژول رو سر جای خودش قرار بدین، نوشیدنی های مربوط به شیر نیز فعال میشه. منتها خب سنسور داره، اگه داخل مخزن شیر نباشه دکمه های مربوط به کاپوچینی و لیمای لاته هیچ وقت فعال نمیشه که شما باید حتما داخلش شیر بریزین. ما حالا شیر تست داخلش ریختیم که در حد تست بخوایم بهتون آموزش بدیم. پارچ سر جای خودش قرار دادم. همونطور که میبینین با محض اینکه پارچ رو قرار دادم داخلش، تانکر شیرو، دو تا دکمه نوشیدنی و دکمه کلین فعال شد. من به ترتیب قسمت های مختلفش رو خدمتتون توضیح میدم. همونطور که میبینین دکمه اول مای لاته هستش که میتونین براش تنظیمات انجام بدین که چقدر قهوه، چه حجمی، چه مقدار شیر، میتونین حالا بعدا بهتون میگم چجوری تنظیم بکنید که زمانی که این دکمه رو فشار دادین نوشیدنی رو براتون درست بکنه. دکمه دوم کاپوچینو هست که نوشیدنی مورد علاقه حالا مطلوب هستش که ترکیبی از اسپرسو و فوم شیر و مقداری شیر داغ که به صورت کاملا خودکار دونه قهوه رو براتون آسیاب میکنه و نوشیدنی رو براتون سرو میکنه. نوشیدنی بعدی اسپرسو و کافی. اسپرسو یه مقدار حجمش کم هست و کافئینش و فومش بیشتره. کافی یه مقدار حجمش بیشتر و تلختر هست. نوشیدنی بعدی هم هات واتره که همونطور که گفتم باید قطعه مربوطه به اون رو سر جای خودش قرار بدین تا بهتون آب جوش بده که حالا میتونین باش تی بک یا حالا هر جایی که معمولا آب جوش یا به کافی اضافه کنید که نوشیدنی مثل امریکانو رو ایجاد بکنید که برای همچین کارهای این آب جوش کاربرد داره.
یه دکمه 2X هم هست که همه این نوشیدنی‌ها رو میتونید با زدن این دکمه حالت دو برابر بکنید. مثلا اسپرسو میشه دو شات، وقتی این دکمه رو من بزنم میشه دو شات. حالا تو این ستاپی که هستش فقط اسپرسو رو میتونید دو شات بگیرید، بقیه برنامه حالت دو شات نداره که میتونید اینو با فعال کردنش انتخاب بکنید. توی هر نوشیدنی شما میتونید میزان قهوه رو، حالا اگر تو فیلم معلوم باشه، با فشار دادن دکمه به صورت ملت، نورمال یا استرانگ میزان آسیاب قهوه رو انتخاب بکنید که هر چقدر بیشتر باشه قهوهتون تلختر میشه و دونه قهوه بیشتری آسیاب میکنه. یا اینکه علامت قاشق رو انتخاب بکنید که وقتی اینو انتخاب کردین شما باید از این قسمت همونطور که میبینید یک قاشق پودر آماده رو بریزین که معمولا ما توصیه نمی‌کنیم، چون شما باید پودرهای آماده رو از بازار تهیه بکنید که معمولا تو بازار مطلوب این دستگاه سخت گیر میاد و بعضن نقص برای دستگاه مشکل ایجاد میکنه، چون ممکنه پودرش مناسب این دستگاه نباشه، ریز باشه، درشت باشه یا تمپش مناسبش نباشه و اونم توصیه نمی‌کنیم. شما همون دون رو تهیه بکنید و توی این قسمت بریزید. من بخش دون رو باز بهتون توضیحاتش رو خدمتتون عرض بکنم. بهترین دون برای این دستگاه با رست 40% هست، 40 تا 20، 40 یا 60 مناسب هست، هر چقدر ریزتر باشه بهتره. متعلقه درشت‌تر هم بود که اینجا قابلیت تنظیم داره که شما اگر دونتون درشت بود باید بچرخونید رو حالت درشت، اگر ریز بود بچرخونید رو حالت ریز و توجه داشته باشین فقط زمانی اینو بچرخونید که در دستگاه در حال آسیاب کردن باشه، یعنی الانی که خاموشه نباید بچرخونید. یه برنامه قهوه رو میزنید، به محض اینکه استارت کردین صدای آسیاب رو شنیدین میتونید این مقدار رو تغییر بدین و گریندر رو اجسمنت بکنید، ستاپ بکنید به اصطلاح، تا مناسب پودری که خریدین تنظیم بشه. پس این شد حالت این دیگه آسیاب غیر فعال کردیم، حالت پودر یا حالت دونه قهوه. دکمه چرخنده هم اینجا هستش که من اینو نگهدارم، میر رو حالت ستاپ نوشیدنی که با فشار دادن هر دکمه میتونم براش یه سری تنظیمات انجام بدم. مثلا مایلتر رو میگم اینقدر ازش دون استفاده کن یا اندازه اینو میتونم تنظیم بکنم. به مثل اینکه تنظیماتمو انجام دادم دوباره فشار میدم ذخیره میشه. یا کاپوچینو رو میگم از پودر استفاده کن یا نه از همین دون استفاده کن دوباره ذخیره. اسپرسو انقدر آسیاب ذخیره، یا اصلا دو کاپ باشه یا نباشه. میتونیم اینجوری برای هر نوشیدنی جداگونه تنظیم بکنیم. در نهایت دوباره من اینو فشار میدم و از منوش خارج میشه. این همه این دکمات حالت دو تا کارم انجام میده، یعنی دو کار است. اگر این دکمه رو من یه بار فشار بدم مجاری مربوط به شیر رو براتون میشوره، همونطور که میبینین علامت پارشم روش هست، پارش شیر رو میشوره براتون. اگر این دکمه رو نگه دارم قسمت مربوط به دمکن رو برامون میشوره که باز میبینین یه حالت دایره چرخون و قطره چیکان کشیده، یه قسمتی داخلش هست که حالت نشونتون میدم، اون دمکن رو براتون میشوره که باز خواستین میتونید انجام بدین. من حالا باز آبم براتون توضیح بدم. آبی که برای این دستگاه استفاده میکنید اگه تصفیه چند مرحله‌ای در دسترستون باشه گزینه بسیار مناسبی هستش. اگرم دسترسی ندارید که آب جوشیده سرد شده، آب شهری رو استفاده میکنید، فقط دورهای رسوب زدایی که تو کلیپ های بعدی براتون توضیح میدیم و سریعتر انجام بدین. مثلا هر دو ماه سه ماه یک بار حتما رسوب زدایی رو انجام بدین و لذر عمل کردی مشکل پیش نمیاد. و اگرم بتونید که فیلتر براش اضافه بکنید که خیلی عالی، که خودش قابلیت نصب فیلتر رو داره که باز من اینا رو خدمتتون توضیح میدم. میرسیم به بخش باز نگهداری این دستگاه. توی نگهداری چند تا مورد هست که باید حتما همیشه بهش توجه بکنیم. اول همونطور که خدمتتون توضیح دادم، بعد از هر بار که از دستگاه شیر گرفتین، یعنی نوشیدنی مربوط به شیر رو گرفتین، این دکمه رو باید فشار بدین تا مجاری مربوط به پارچه شیر رو براتون خودش خودکار بشوره. شیر به شدت فاسد شدنی و خشک میشه و استفاده های بعدی براتون مشکل ایجاد میکنه. با فشار دادن این دکمه مجاری این شیر رو براتون به صورت خودکار میشوره. دکمه دوم دکمه کلین مربوط به دمکن هست، باز به صورت خودکار اینو نگهداریم مجاری مربوط به دمکن رو هم براتون میشوره که شما وقتی کارتون با دستگاه تموم شد اگر از اینجا خاموش بکنید معمولا خودش یک بار خوش شستشو رو انجام میده، ولی بهتره که اینو نگهدارین
که مجاری رو بشوره بعد خاموش کنه. اگرم برای مدت طولانی میخواد از دستگاه استفاده نکنید، اینو حتما 2 یا 3 بار انجام بدین تا کامل قهوه‌های داخل دستگاه رو بشوره، توش نمونه خشک بشه. خیلی مهم هستش که تو استفاده بعدی به مشکل برخورد نکنید. مورد سوم نگهداری، نگه داشتن این دکمه است. که شما اگر این دکمه رو حالا نگهدارین، برنامه کلین اجرا میشه که توی قسمت کلین خدمت تو دیسکیل اجرا میشه که تو بخش دیسکیل این دستگاه 296 مراحلش رو کامل بهتون توضیح دادیم که چجوری دیسکیل رو انجام بدین، از چه محلولی استفاده بکنید و رسوب زدایی رو انجام بدین که معمولا سیکلاش 2 یا 3 ماه یک بار هستش. مورد چهارم مربوط به تمیز کردن بخش دمکن این دستگاه که معمولا خیلی ها حتی از وجودش هم خبر ندارن، که من اینو باز خدمتون توضیح بدم. مخزن رو به این صورت میاریم بیرون، یه بخشی این قسمت هست مربوط به دمکن دستگاه، به این صورت باز میشه. این قطعه که اینجا میبینید دمکن ماژول اصلی، بخشی که توش قهوه دم میکشه داخل این قسمته. اینو بهتره که 2-3 هفته یک بار بیاریم بیرون، با آب سرد، فقط با آب سرد بشورین. پودر قهوه، جرم قهوه، هر چیزی که روش نشسته رو با آب سرد بشورین. به هیچ عنوان داخل ظرفشویی نذارین، با آب داغ نشورین، روش گریس داره، گریساشو تمیز نکنید. فقط در حد با آب سرد اون پودر قهوه‌ای که روش جمع شده رو تمیز بکنید. عمر این قطعه به شدت بالا میره. اگرم فراموش بکنید 2-3 ماه یا بیشتر این قسمت تمیز نشه، ممکنه تو کیفیت قهوه‌تون به شدت اثر بذاره. پس شد این مورد هم برای نگهداری دمکن دستگاه، که حالا من یه بار در میارم که شما ببینید نحوه تمیز کردن دمکن دلونگی مگنیفیکا رو با هم ببینید که به چه صورت باید تمیز بشه. من دستگاه رو از اینجا، یعنی حواستون باشه برق نکشین یا از پشتش با دکمه اصلی خاموش نکنید، از به صورت دیجیتالی دستگاه رو خاموش میکنیم. مخزن دستگاه رو به این صورت میاریم بیرون، دریچه مربوط به دمکن رو به این صورت باز میکنیم. 2 تا قرمز زایده قرمز داره، به این صورت فشار میدم و میکشم، به همین راحتی میاد بیرون. همونطور که میبینین مقدار پودر قهوه و توفاله قهوه روی دمکن ریخته. اینو با آب سرد میشوری، همین که آب سرد دوش بگیرین کامل تمیز میشه. به هیچ عنوان به این پیچ ها و تنظیمات یا قسمت های مکانیکیش نیازی نیست دست بزنید، فقط اینا رو تمیز بکنید. حالا بهتره هر چند ماه یک بار، ضمن اینکه با مجموعه ما حتما مشورت کرده باشین، این پیچ ها رو میتونید باز بکنید، با دقت داخل این و زیر سطوح استرین رو هم تمیز بکنید که هر چند ماه یک بار انجام بدین. تو عمر دستگاه و کیفیت قهوه خیلی تاثیر داره. یعنی اگه دیدین فوم قهوه یا کیفیت قهوه اومده پایین، قطعا این ماژول مشکل داره که باید اینو تمیز بکنید. و نحوه اینکه چجوری سر جای خودش قرار بدید، به همین صورتی که در آوردین به این صورت میذارین سر جای خودش. از اینجا فشار میدم و صدای تقشو که بشنوی، یعنی سر جای خودش قرار گرفته. دوباره درشو من میبندم و مخزن آب رو به این صورت سر جای خودش قرار میدم و دستگاه رو روشن میکنم. اگه درست سر جای خودش قرار داشتم، صدای گیربکس رو میشنوه. مورد بعدی در رابطه با مواردی که این دستگاه برای نگهداری لازم هست شما تهیه بکنید و به صورت دوره‌ای از اونا استفاده بکنید، که من باز خدمتون توضیح میدم. محلول های زیادی هستش برای این دستگاه، شما میتونید تهیه بکنید با برند های مختلف. برای اینکه عمر دستگاه افزایش پیدا بکنه، مواردی بوده که دستگاه شبیه به این 18000 تا 20000 تا هم بدون هیچ مشکلی قهوه داده، کار کرده. در صورتی که طبق تیبل دستگاه شما هر 4000 تا قهوه‌ای که از دستگاه می‌گیرین باید پمپو عوض بکنین، هر 6000 تا باید اون دمکن عوض بشه. شیربرقی‌هاش معمولاً حد اکثر 10000 تا کار می‌کنه، مثل ماشین می‌مونه، مثل تسویه تایم ماشین، یا عمر مفیدی برای خودش داره. اما اگه مواردی که دارم میگم رعایت بکنین، خیلی بیشتر از اینا بدون مشکل دستگاهتون کار می‌کنه.
برای انجام یه همچین فرایند یه سری مواد شیمیایی مناسب این دستگاه رو من از بازار ایران تهیه کردم، دونه دونه خدمتتون توضیح میدم که باهاشون آشنا بشین. با توجه به بودجه‌ای که در نظر گرفتیم میتونی هر کدوم رو خواستین تهیه بکنین و استفاده بکنین. اولین مورد و مهمترین مورد فیلتر هستش. فیلتر دلونگی شکلش به این صورته، بسته‌بندی‌هاش اورجینال خود ایتالیاییش به این صورت هستش که شما میتونید از بازار تهیه بکنید و ارزم اصخایی میکنم و این هستش بسته‌بندیش که براحتی قاب داخل مخزن قابل نصبه به صورت ایستاده و با نصب این فیلتر شما میتونید تا 1000 تا قهوه حد اکثر از دستگاهتون نوشیدنی بگیرید یا 1 سال. یعنی اگه 1 سالش پر شد دیگه حتی اگر ازش نوشیدنی هم نگرفته بودین بهتر این فیلتر از آب از مخزن در بیارید بیرون چون دیگه عمرشو کرده، یا 10,000 یا 1,000 تا قهوه که ازش گرفتیم فیلتر رو جدا بکنیم. اما خودش معمولا بهتون پیغام میده و دوتا چراغ چشمک زن میشه که شما بهتون میگه باید فیلتر رو عوض بکنید. دقت بکنید برای فیلتر فقط به صورت سخت افزاری که نصب نمیشه، یعنی به محض اینکه شما نصب کردین باید به دستگاه هم اعلام بکنید که من بهت فیلتر نصب کردم، که حالا تو کلیپ های قبلی بهتون توضیح دادیم که چجوری فیلتر رو به صورت نرم افزاری هم نصب بکنید، که حالا این دکمه رو نگه میدارین و دستگاه شروع میکنه به آبگیری کردن، فشار خودش و دبی خودش رو با فیلتر جدید تنظیم میکنه و بر اساس فیلتر سختی و جرم و رسوب زدایی و پیغام های بعدی رو تنظیم میکنه. پس بعد تهیه فیلتر حتما به این مورد توجه داشته باشید. موارد دیگه که هستش محلول رسوب زدایی هستش که همونطور که تو کلیپ های قبلی هم توضیح دادیم نیاز به رسوب زدایی داره دستگاهتون. محلول 100 میلی گرم ایتالیایی با این بسته‌بندی و با این شکل تو بازار هستش، میتونید تهیه بکنید. 100 میلی برای یک بار استفاده، باز 100 میلی هستش ساخت کشور چین با این بسته‌بندی و نوشته‌هاش و فونتش یه مقدار فرق میکنه، کیفیت کارتونش هم این مقدار فرق میکنه و طبیعتاً ارزان‌تر هم هستش، میتونید استفاده بکنید. محلول 200 میل دلونگی، اینم باز اورجینال ایتالیایی خود دلونگی هستش که برای 2 بار میتونید از این استفاده بکنید، باز برای رسوب زدایی. به صورت نیم لیتری برای 5 بار هم هستش که باز به صورت محلول، اینم میتونید تهیه بکنید که قابل سفارش هست. که فیلتر هم باز خدمتتون توضیح دادم که اورجینال های خودشون بسته‌بندیشون همشون به این صورت هست. محلول یونیورسال دلونگی هم هستش، باز اینم 300 میلی برای 5 بار استفاده که شما همین هم میتونید برای رسوب زدایی تهیه بکنید، که البته این برند حالا چندین سالی که داریم ما خودمون هم استفاده میکنیم با آب ایران خوب سازگاره، برای 5 بار قیمت مناسبی هم داره که تو برنامه رسوب زدایی میتونید از هر کدوم از این محلول ها بدون هیچ مشکل استفاده بکنید و با خیال راحت برنامه‌شو اجرا بکنید.